33 روز از شروع اعتصاب قضای وحید بهشتی در مقابل وزارت خارجه بریتانیا میگذره. خبرنگار و فعال حقوق بشری که سعی داره از این طریق دولت بریتانیا رو مجبور کنه تا سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده. بله، این فعال حقوق بشر 33 روز تحصن در هوای سرد و بارانی لندن رو به جان خریده تا خواسته های به حق مردم ایران رو به گوش دولت بریتانیا برسونه. خواسته هایی مثل حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، برابری، ارزش هایی که سال هاست از مردم ایران رو بوده شده. ما هم در طول این مدت سعی کردیم تا جایی که امکان داره در رسوندن هرچه بیشتر صدای وحید بهشتی کوشا باشیم. اتفاقا همین 9 روز پیش هم وحید عزیز از طریق اسکایپ، فکر کنم 9 روز پیش بود تقریبا، که مهمان برنامه ما بود. ما بودن از اون زمان تا به امروز هم وحید بهشتی در به ثمر رسوندن هدف خودش پیشرفت خیلی زیادی داشته و خیلی از شهرهای سرشناس از جمله سیاستمدار محافظه‌کار و نماینده مجلس اعیان بریتانیا با اون دیدار داشته. امروز هم آرمان به دیدن وحید بهشتی رفته تا به طور زنده با ایشون صحبتی داشته باشه. آرمان جان، درود بر تو. سلام دوستان، عرض ادب. همونطوری که شما اشاره کردید، پیش وحید بهشتی هستیم که 33 روز جلوی وزارت امور خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده تا صداش رو به مسئولین برسونه و سپاه رو در لیست تروریستی این کشور قرار بدن. اول از همه میخوام بهتون سال نو رو تبریک بگم و ازتون بپرسم که شب عید چطور گذشت؟ من هم سال نو رو به شما و بینندگان عزیزمون، هموطنان شریفمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم امسال همون سالیه که قطعا من مطمئن هستم، ایمان دارم، ایمان قلبی دارم که همون سالیه که هممون با سالهاست منتظرشیم. شب عید اینجا من فکر میکنم شاید بهترین شب عید عمرم رو من تا کنون امسال داشتم. اکثر اون کسانی که آمده بودند روزهای قبل و گفته بودند که شب عید میان اینجا، آمدند اینجا با اینکه بارون میومد، ولی یک فضایی بود اینجا، تبدیل شده بود به یک خراباتی. دف میزدن و تنبور میزدن و میرخصیدن و تا دیر وقت، تا ساعت 2 شب اینجا بودند و واقعا یک شب به یاد ماندنی بود. یعنی شده بود دیر آزادی خواهی اینجا، دف زنان و تنبور زنان، فریاد آزادی خواهی از برابر وزارت خارجه انگلستان در شب سال 9402 بلند شده بود و فکر کنم ثبت شد در تاریخ برای همیشه. بله، واقعا کاری که دارید انجام میدید تاریخیه. میخوام ازتون بپرسم که به جز هموطنانمون با چه کسانی، با چه مسئولایی صحبت کردین و میدونم که خبرهای خوبی هم در این زمینه داریم برامون. خبرهای خوب که من هنوز میگم یک دستاوردی هست فعلا، درهای باز شده. تا روز 20 سعی میکردن ما رو نبینند، ولی بعد از روز 20 دیدن که نه، مثل که این پرچم درفشی که اینجا کاشته شده جدیه. و بعد ملاقات ها شروع شد، نمایندگان به خصوص. روز 26 یعنی همون ساعتی قبل از سال تحویل، در مجلس خانم الیشا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، از نماینده دولت آقای تام توگنهارد پرسید که آیا کسی میخواد وحید رو بره ببینه که 26 روز اینجا اعتصاب کرده و خواستش لیست گذاری سپاهه، که آقای تام توگنهارد پاسخ داد بله، من خوشحال میشم که برم وحید رو ببینم و به اتفاق هر کسی از دولت که خطر سپاه رو احساس میکنه. یک ساعت بعد خانم الیشا کرنز خودشون اومدن پایین، با اینکه بارون میومد میتونستن بیان 10 دقیقه بمونن و برن، ولی یک ساعت و نیم اینجا بودن و با ما صحبت کردن، گفتن منم مواضعم مثل مواضع شماست. و از اون روز به بعدم خیلی ابراز محبت کردن. امروز صبح واسه من یه چند تا قلم وسایل گرمایشی فرستادن، چون دیشب هوا سرد بود، گفتن که بیا از دستشویی دفتر من استفاده کن، که من گفتم متشکرم، اجازه بدید ما به همین کارمون ادامه بدیم. 2 روز بعد از اون رئیس مجلس خانم پنی موردنت دوباره مسئله رو مطرح کرد تا، و نماینده ها دائما می اومدن من رو می دیدن. لورد پلاک که خب همیشه ما می دونیم چه مواضع سرسختانه ای داره، آمد اینجا من رو دید به اتفاق نمایندگان و لورد های دیگر، لورد این آستین و نماینده ها. ولی امروز صبح از دفتر آقای تام توگنهارد اومدن و به من گفتن که آقای تام توگنهارد اگر شما مایل باشید میخواد که شما رو ببینه و یه جلسه ای رو با شما داشته باشه، که ما هم گفتیم چشم و رفتیم ایشون رو دیدیم. ایشون گفتن همه نگران سلامتیتونیم. گفتم منم نگران حقوق بشر و
ارزش‌ها و آزادی‌هامونم. گفتم من اینجا میمونم تا زمانی که ما به این هدفمون برسیم. همین یک ساعت پیش یک نامه دیگری رو من به نخست وزیر آقای ریشی سونک فرستادم که تا ساعت آینده منتشرشم خواهم کرد و گفتم من از روز اول گفتم اینجا میمونم و خواهم موند تا زمانی که با هم دیگه به این خواسته مهم نه تنها ایرانی ها یا اوکراینی ها یا مردم منطقه چه بشریت برسیم و از ارزش هامون دفاع کنیم و این سازمان تروریستی رو در سر جای درستش بگذاریم. بله، خیلی جالبه که ما در واقع چندین بار سعی کردیم که گزارش های تهیه بکنیم از کسانی که اعتصاب غذا انجام میدن. من خودم شخصا یه چند سال پیش بود جلوی سفارت ایران با آقای ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری که موقعی داشتن اعتصاب غذا میکردن دیدار کردم و ایشون هم مثل شما بدون هیچ وسیله‌ای نشسته بودم و داشتم با بزرگان جامعه در واقع صحبت میکردم و صدای بلندی داشتن. از فلسفه اعتصاب غذا بهمون بگین که با اینکه اینجا نشستیم بدون هیچ اسباب اساسیه‌ای بدون یه بشقاب غذا شما دارید با نماینده های مجلس با نخست وزیر دارید صحبت میکنید، از قدرت این کاری که دارید انجام میدید به ما بگید. خب اعتصاب غذا همیشه یک اکت رادیکال هست، یعنی با یک نفر زمانی رو به اعتصاب غذا میاره که میبینه درهای دیگر بسته است. ما از روز اول به اینجا نیومدیم با توجه به هر حال جایگاهی که خانم من داره و معاون سیاسی حزب خود کانسرواتیو محافظه کار هست. ما گفتگوهای زیادی در این 6 ماه داشتیم، 2 تا جلسه گذاشتیم در پارلمان، ولی زمانی که دیگه فهمیدیم همه با ما هستن، همه میگن این کار باید انجام بشه، ولی وزارت خارجه سنگ اندازی کرده، من دیگه دیدم واقعا گفتگو کار نمیکنه. اونجا بود که دیگه یک کسی که دست به اعتصاب غذا میزنه پیامش اینه: من دست از جان شستم برای رسیدن به این هدف. اینم دلایلمه، اینم اسنادمه، اینم فکت ها و حقیقت هایی که جلوم گذاشتم و اینها هم خب تمام اینها رو میدونن و میبینن کنار تمام اینها یک شهروندی رو هم دارن که حاضر از جونش بگذره برای دفاع از ارزش ها و امنیت در خود این کشور. خب این نشانه اتفاقا قدرت یک دولته که بیاد به این شهروندش گوش بده، باهاش مذاکره کنه و اگر صحبتاش منطقیه بهش گوش بده. صحبتی بود که امروز صبحم با آقای تام گفتم، اعتصاب غذا آخرین مرحله است، ولی در اینجا ما با این دلیل که در یک مسابقه با زمان هستیم و سپاه هم دقیقاً میدونه داره چه کار میکنه، من مجبور شدم که دست به این کار بزنم تا نشون بدم به سیاسیون غرب که کسانی هنوز هستند که حاضرند برای دفاع و حفاظت از ارزش ها، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر هزینه بدن، هر هزینه هم که داشته باشه. بسیار عالی. من از شما تشکر میکنم و میدونم که اینجا تنها نیستید و همراهانی دارید. من میخوام که با اونا هم صحبت بکنم و یک بار دیگه از شما تشکر میکنم و امیدوارم که به هدفتون برسید. ممنونم. دوستان من اینجا میخوام با 2 نفر دیگه هم شما رو آشنا بکنم با کسانی که در این مدت همراه وحید بهشتی بودن، چادر زدن و اینجا بودن. خانم گلی رو در کنارمون داریم که اگه اشتباه نکنم بیشتر از 10 روزه که شما اینجا هستید. به ما بگید که از کجا ماجرا شروع شد؟ درود بر شما. من قبل از اینکه بیام اینجا با خانمشون آشنا شدم و تصمیم گرفتم که بیام اینجا برم توی اعتصاب غذا با ایشون. اما روزی که اومدم اینجا بهم گفتن که اگر میخوای طولانی بمونی همراه من ترجیح میدم که شما توی اعتصاب غذا نری که تمام راه همراه من باشی. گفتم من قصدم اینجا واقعا همراهی و ساپورت شماست برای آزادی بچهای ایران، همچنین برای اینکه گروه تروریستی پاسداران برن تو گروه تروریستی. پس من قراره تا روزی که شما اینجا میمونی منم بمونم. از فکر کنم چهارشنبه سوری تقریبا اومدم، الان دیگه 10 روز ثابت که من شبا اینجا منم چادر دارم و سعی میکنم بیشترین سپورتی که از دستم بر بیاد برای آقای بهشتی انجام بدم. عالی. همونطور که شاید خیلی از بیننده های ما هم بدونن، یه پتیشن و در واقع یک توماری هم در حال امضا شدن از طرف های خانم دنیا که دارن کسایی که خارج از کشور هستن دارن امضا میکنن که صدای کسایی مثل وحید بهشتی بلند و بلندتر بشن. از شما هم خیلی تشکر میکنم. متشکرم دوستان.
اگه فرصت داشته باشیم از آقای ایرج هم که اینجا چندین شب پیش وحید بهشتی بوده میخوام بپرسم که شما رو من میدونم که کارهای خیریه کردید و یک بار از آکسفورد تا تهران رو با دوچرخه طی کردید، اگه به هدفتون برسید مقصد بعدی کجاست؟ من حقیقتش این آرزو رو کردم که همینجوری که از آکسفورد به میدان آزادی رفتم، به محض اینکه به آزادی ایران دست پیدا بکنیم، فردای اون روز از میدان آزادی برم به دور دنیا و مراحل بعدی دوچرخ سواری رو ادامه بدم به خاطر پیروزی و به خاطر مردم ایران. متشکرم از شما. پس به امید اون روز دوستان، به امید روزی که آزادانه بتونیم توی کشور خودمون هر کاری که دلمون بخواد و انجام بدیم. ممنون آرمان، مرسی. حتما این اتفاق خواهد افتاد. نباشید، واقعا کار آسونی نیست. خسته نباشید به تک تک این عزیزان. داشتم فکر می‌کردم اولا که باید واقعا درود بفرستیم به وحید عزیز و همین طور این عزیزانی که در کنارش بودن و مطمئنم به خواسته خودشون خیلی زود خواهند رسید. خواسته که البته خواسته همه ماست. امیدواریم که زودتر اعتصاب قضا تمام بشه، بیان اینجا توی استودیو در کنار ما باشن، مهمون ما باشن و به دنیا اشاره کرد آرمان که خود توی قسمت بعدی خود دنیا مهمان ماست و باهاش قراره که صحبتی داشته باشیم.